The second most common question. دومین سوال معمول که در ذهن غیر مسلمانان جا گرفته این که چرا مسلمانان بنیادگرا هستند؟ این سوال معمولاً از مسلمانان پرسیده می شود و ما نمی دانیم که چگونه با آن پاسخ دهیم. بیایید امروز معنی کلمه بنیادگرا را بدانیم. اصولگرا شخصی است که از اصول یا نظریه ای که دنبال می کند پیروی می کند و با آن پابند است. به طور مثال برای اینکه یک فرد ریاضیدان خوبی باشد باید اصول ریاضیات را بداند، دنبال کند و تمرین کند. او باید در رشته ریاضی اصولگرا باشد و اگر اصولگرا نباشد نمیتواند صاحب علم زیادی در بخش ریاضیات باشد. برای اینکه انسان دانشمند خوبی باشد باید مبانی علم را بداند، دنبال کند و با آن عمل کند. او باید در عرصه علم اصولگرا باشد و اگر اصولگرا نباشد نمیتواند عالم خوبی باشد. نمیتوان همه اصولگرایان را با یک قلم مو رنگ کرد. نمیتوان همه اصولگرایان را خوب یا بد دستبندی کرد. چون این دستبندی هر اصولگرا بستگی به حوزه یا فعالیتی دارد که در آن اصولگرا است. به طور مثال دزد بنیادگرا آدم بدی است زیرا به جامعه آسیب میرساند. از سوی دیگر یک پزشک اصولگرا انسان خوبی است که به نفع جامعه است. So depending in which field the person is a fundamentalist, you have to label him accordingly. من در این موضوع را اختصاص به خود بدهم، من به این که یک بنیادگرای مسلمان هستم افتخار می کنم. You're a fundamentalist Muslim. Because و با فضل الهی مبانی اسلام را می شناسم، دنبال می کنم و برای عمل به آن تلاش می کنم. هیچ یک از اصول اسلام وجود ندارد که موجب آسیب یا مخالفت یا مسائل کل نوع بشر باشد. بسیاری از مردم تصورات نادرستی از اسلام دارند و چندین آموزه از اسلام را ناعادلانه یا نادرست می دانند. اگر کسی با دیدی بی‌طرفانه و با آموزه های اسلامی اسلام را تحلیل کند، هیچ شخصی قادر نخواهد بود که اصول ضد بشریت را بیابد. اگر ما به تاریخ برگردیم، خواهیم یافت که طبق فرهنگ لغت، اولین بار بنیادگرایی به خاطر از بین بردن مسیحیت در امریکا در اوایل قرن بیستم موجود بود. Of American Christians in the early part of the 20th century. این مسیحان امریکایی به کلیسا اعتراض کردند و گفتند کلیسا قبلاً معتقد بود که انجیل کتابی است از طرف خداوند و مسیحان بر ضد کلیسا شدند و گفتند They protested against the church and said, نه تنها این کتاب از طرف خداوند نیست، بلکه هر حرف و کلمه یاد از طرف خداوند. Of the Bible is from God. If someone can prove, اگر کسی ثابت کرد که هر حرف و کلمه آن از طرف خداوند است، پس این یک کار خوب است. On the other hand, و اما اگر از جهت دیگر کسی ثابت کرد که نیست از طرف خداوند، پس این کار درست انجام ندهد. Then this movement is not a good movement. When we read Oxford Dictionary says that fundamentalist is a person who strictly adheres to the ancient or fundamental doctrines of any religion. اما وقتی نسخه اصلاح شده فرهنگ لغت آکسفورد را می‌خوانیم، تغییر جزئی ایجاد می‌شود. می‌گوید بنیادگرا شخصی است که به شدت به متون مقدس باستانی هر یک دین پابند است، خصوصا دین اسلام. Any religion, especially Islam. خصوصا دین اسلام. کلمه اصولگرا را میشنوید بلافاصله به فکر یک مسلمان میفتید. مسلمانان افراطی هستند، اصولی هستند. وقتی رسانه ها میگویند مسلمانان بنیادگرا هستند، مسلمانان افراطی هستند، اینجاست که ما مسلمان ها عذرخواهی میکنیم، میگیم نه نه من اصولگرا نیستم، نه نه من افراطی نیستم، ولی من میگویم من یک افراطی هستم. من فوق العاده صادق هستم، من فوق العاده عادل هستم، من فوق العاده مهربان هستم. آیا کسی می تواند به من بگوید که چرا بی‌نهایت عادل، بی‌نهایت صادق، بی‌نهایت دوست داشتنی، بی‌نهایت مهربان هستی؟ Extremely kind is bad. What's wrong in being honest? بودن چه اشکالی دارد؟ قرآن میگوید شما باید به شدت صادق باشید. شما نمیتونید تا حدی صادق باشید. وقتی به نفع شما صادق هستید، وقتی به نفع شما نیست شما ناصادق هستید. قرآن میگوید باید بی‌نهایت صادق و بی‌نهایت عادل باشید. اگر شما یک مسلمان عمل کننده ای هستید، باید بسیار مهربان، فوق‌العاده صادق، بسیار عادل باشید. ما باید در جهت درست افراطی باشیم، ما نباید در جهت نادرست افراطی باشیم. اما مسلمانان باید در عمل به قرآن افراطی باشند. قرآن
خداوند در قرآن در سوره بقره چپتر نمبر دوم آیت 280 می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، با جان و دل وارد اسلام شوید و از گامهای شیطان پیروی نکنید که برای شما دشمن آشکار است. پس چرا مسلمانان عذر خواهی می کنند؟ رسانه ها به اسلام حمله می کند و متاسفانه ما مسلمانان می ترسیم. ما بهترین دین را داریم، اما چرا می ترسیم؟ چرا عذر خواهی می کنیم؟ It's time that we turn the tables over.